جنگ افغانستان در غرب به یک جنگ نامحبوب، طولانی و خستکن بدل شده است و سیاستون امریکایی و غربی خود را در افغانستان در یک تلک نظامی می و خواهان ختم هرچی زودتر حضورشان در این کشور می باشد آنها سرمایه گذاری امنیتی و اقتصادی را در افغانستان بیهوده و بدون منفعت دانسته و سیاستون این کشور را مشت فاسد، فرصت طلب و نهایت غیر قابل اعتماد دانسته و دلیل آن را فساد گسترده اداری و سیاسی و نبود یک حکومت قوی و وسیل بنیاد که نمایندگی از تمامی اقشار افغانستان کرده بتوانند میدانند از طرف دیگر شدت جنگ و قربانیان روزافزون نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در خلای یک رهبری سالم نظامی و امنیتی مردم افغانستان را از این جنگ و چگونگی حضور خارجیان در افغانستان به سطو آورده است رئیس جمهور ایالات متحده برخلاف استراتژی که در آگوست سال گذشته میلادی اعلام کرده بود ظاهرا تصمیم دارد که نیمی از نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان را تا بهار سال آینده خارج کند روشن است که تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده امریکا انگیزه سیاسی دارد آیا امریکا اشتباه روس را در افغانستان تکرار می کند؟ چرا حکومت افغانستان از خروج امریکایی ها پشتیبانی کرده؟ و گفتن که هیچ مشکل امنیتی با هیچ مشکل امنیتی بر نخواهیم خورد برای بحث بیشتر آقای محمد راتمنش جنرال محمد راتمنش آگاه نظامی آقای محمود مرهون آقای سیاسی و جارلا منصوری وزیری پیشین و برنامه بسیار خوش آمدین تاسر دیر خراغلی بسیار خوش آمدین آقای جنرال شما آغاز میکنیم در این وقت و اعلام هفت خروج هفت هزار اسکر امریکایی چتا اسیده بار وضعیت امنیتی وضعیت اقتصادي او وضعیت اجتماعي افغانستان خاط گوزشت بسم الله الرحمن الرحيم سلام بر شما سلام بر بیننده های محترم تلویزیون و مهمونان حاضر در بحث ما می خوایم ایتور وګوم ک در سال 2014 اضافه از 1.30000 نیروهای ایالات متحده امریکاونو تو در افغانستان بودان و انتقال مسئولیت های امنیتی در سال 2014 بر نیروهای دفاعی افغانستان یک کار مشکلی بود که انجام شد و نیروهای دفاعی افغانستان این مسئولیت های امنیتی را تا همین اکنون هم به عهده دارند شما میدانید که بعدا احساس شد که چون قطعات زیادی در اردوی افغانستان تاسیس میشه مثل فرقه عملیات خاص به قلوردی عملیات خاص ارتقا کرد و اخیرا قلوردی 20 پامیر به قلوردی ارتقا میکنه و دگه جزتام های در اردو به وجود آمد یک قمندانیت بسیار مهمه در استردرسیز وزارت دفاع به خاطر تعلیم و تربیه ایجاد شد اینها ضرورت بود که تعلیم و تربیه شوند ایالات متحده آمریکا امریکا این نقیصه را در همو وقت احساس کرد و اعلان کرد که به ترتیب تعداد دگی از نیروهای ایالات متحده آمریکا امریکا داخل افغانستان میشن که در وز... در ساحه تعلیم و تربیه مشوره دهی و همچنان امور دگی تدارکاتی با افغانها همکاری میکنند که آیسایس همی هفت هزار از دو هزار و تا آخر 2017 اکمال شد اینها در میدان جنگ نبودند بلکه در مراکز تعلیمی که ما شش مرکز تعلیمی داریم و در این زمان در قرارگاه های قلوردوی هشتگانه اینها تعلیم و تربیه را که لازم بود روی تکنولوژی نوی که با دسترس نیروهای دفاعی افغانستان گذاشتند این وظیفه را انجام میدادند خب حال گرچه ما متیقین هستم و همه میدانند که نیروهای دفاعی افغانستان در مراکز تعلیمی و قرارگاه های قلوردوها ای تجارب گرفتند و توانند پرسونل تحت امر خود تعلیم و تربیه و مشوردهی بکنند و در این زمان برنامه های دگی هم بعد از انجام و پروسه های مختلف در منطقه و خصوصا در ابوظبی انجام شد که ایالات متحده ای آمریکا توسط نماینده خاص خود در ابوظبی با طالبا دید و بازدید کردند و قبلا هم همی مفکوره وجود داشت که بعد از تعلیم و تربیه و انتقال و تجارب این نیروها باز پس میگردند حالا همون نیروها پس گشتند و موضوع صلح هم با گروه طالبا تقریبا در گرماگر میشه ما متیقین هستم که بالاخره ما باید بتوانند افغانستان اداره بکنیم و بالاخره باید نیروهای دفاعی افغانستان در افغانستان فعالیت های خود منسجم بسازند شما خبر دارین که در افغانستان یک قل اردوی تکمیل شده نیست از از نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو اما اوها میتونن حتی در منطقه گپ اول را بزنن و ما هشت قلوردو دو فرقه و سه فرقه و تعداد از جزتام ها را داریم اما ما با مشکل مواجه هستیم وقتی که هفت هزار نیروی خارجی از افغانستان میبره بره و ویلا میشه که چطور بر اما اون نیروهایی که از سال 2014 تا 2016 نیروهای دفاعی افغانستان را در امر حمایت های هوایی ترانسپورت های هوایی و بعضی فعالیت های دیگه همکاری همکاری میکردن حالا هم دا جای خود هست اونها هستند چنانچه امروز امروز امروز, آقای آقای جنرال، امروز از آقای ملر شروع تا به سناتورای امریکایی تا به وزیر دفاع هالن و تعداد زیادی از ها نمایندگان مجلس نمایندگان نگران بودن از از خروج،, از خروج از برآمدن امریکا شما فکر نمیکنین که یک پشتیبانی یک حمایوی برای نیروهای نظامی افغانستان انتداد بودن؟ از این تعداد نیروها بوده ما این طور می یک ضربه کلان می اینها در میدان جنگ نبودند در مراکز تعلیمی و قرارگاه های قلوردها برای تعلیم و تربیه و مشوره دهی آمده بودند که پس رفتن ولی مهم ای هست که ما پس منظر برنامه های دگی ایالات متحده ای امریکا را در مورد نظامی ها تقیب بکنیم ما فکر میکنم که اگر بدون ازی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان مردم افغانستان پارلمان افغانستان آنچه که تعهدنامه نامه انجام شده بدون در نظر داشت, در نظر داشت ای بعد از یه هفت هزار دگه برنامه های تطبیق میشه او یقینا شاید تاثیراتی داشته باشه ولی متقین باشین که ما باید عادت بکنین یک روز بدون نیروهای خارجی در افغانستان ما حکومت بکنیم ولی یک مطلب بسیار مهم است اضافه از هشت قلوردو دارین ما باید دولت جمهوری اسلامی افغانستان لیدرای نظامی باید مطابق تعهدنامه ها که ایالات متحده امریکا گفته بود که ما از نیروهای زمینی افغانستان حمایت میکنین او قوای هویشان بود او در جای خود است باید از نیروهای ایالات متحده آمریکا از دولت ایالات متحده آمریکا خواسته شود که در صورت برگشت نیروهای ایالات متحده آمریکا به کشورشان نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان با سلاح و تکنولوژی که بتوانند نیازمندی های افغانستان را رفع بکنه باید برای اردو افغانستان داده شود که ایر من هستم که دولت افغانستان هم با تمام حساسیتش ایر میدانه ولی در نظامی هم قبلا در پارلمان این مسائل را بحث کردن و امروز هم خود آقای میلر در از رای تلویزیون ها نشان داده شد که دیروز در, در ولایت فرا مطالب بسیار با سراحت گفت که ما در پهلوی حکومت افغانستان خواهم بود او به کسای کی جنگ را بر علیه مردم او دولت افغانستان ادامه میداد ما در پهلوی دولت خواهم بود په تشکر ما ادنو... اقای راتمن فکر میکرم په صحبت های اقای ترامپ نشنیده و یا هم نه فهمیده کی اقای ترامپ چیز دیګی را میخی در کل بحث نمی است کی باید برایان و فقطنها تایمز امروز گزارشه به نشر سپرده بود کی امریکا فقط میخی کی سشبوهخب بالاخره هست ب با کمترین دو به هر حدودی که باشه نیروهای دفاعی افغانستان ای ظرفیت را دارند که در جغرافیهای افغانستان از منافع ملی و حاکمیت ملی دفاع بکنند ول اینها حمایت نیاز دارن تکنولوژی حربی نیاز دارن سلاح های نیاز دارن که بتوانن به طور میاری در امر دفاع از حاکمیت ملی تمامیت ارزی و استقلال افغانستان اینها را به کار بیندازن خب وقتی که یک قلوردوی امریکا اونا تو میتانه ما با هشت قلوردوی خود که مجهز شویم نمیتانیم ولی دیده شد که بعد از 2014 ما چندین ولایت اگر در دست دادیم وا مشکلات امنیتی هم ناتو اعلان کړي چې 60% از خاک افغانان سم برسې نور با در موجوده ناتو او ایالات متحده امریکا چېین وضعیت را شما دیدین مګر ما متيقین هستم چې ایالات متحده امریکا اردو یې راکه به حیثیت افتخار خود در افغانستان او در دنیا یې به چهره به روخ دګا میکشه او تاسیس کرده یې تر نهه وخت کرد چې اردو منفعل شوه او افتخار بیشتر و ممنونیت مردم افغانستان ای خواهد بود که تکنولوژی عالی حربی را به دسترس نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان بگذارند که از آنچه که مسئولیت و رسالتشان است دفاع بکنن آنگاه هم مخالفین دولت هم دولت و هم مردم با ممنونیت از همکاري ياالات متحده امريكا ياد خواهم ډیر تشکر خغل مرحوم صاحب تاسو نوذر هم غواړو چې د امريكا وتل افغانستان پر امنيتي او ټولنیز زمرا به با دا وخاږي زه ولري يا احمداد سوليو پرسیو برخه دا وکنه دلوي وختونه زه پامس کنه ب... اسکرنوال او ساس تلژن له تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم ز دې افغان فرد پیسې زموږ د ژوند یوازنی ارزونه ده چې یو وخت په افغانستان کې و به رانه و اوس او, او دا متنه زموږ یو خپلې موشکاو او لکه څنګه چې راجمنیش صاحب هلال لري چې موشک پلت تجهیزات ولر تر دا ډیر غټه هله زلرم ولې روان وضعیت ما ده هلو او غشتنو پر احساس باندې من مونتقینه دي ځکه نه زاغ په خواني موقف لرم نه افغاني څوکمه زه ټک ټک سويم او چینه لرم د امریکا ام پات کېدل یا وتل د څو بیلابیل بودونه لري ولی اوس یې بحث پر وتلونه باندې دي د خپل وتل یې تر ټولو اساسي درې بودې دا چې یو خداشي د د افغانستان په خیره په ګټه دی نه امریکا دا په دې معنی چې امریکا د خپل مخالف سره څه اتلس کال یا نو نس کال سره جنگي ده لیدي په دغسي یو حالت کې چې خبري مذاکرات روان دي د فدان د میدان څخه وترې دي ماناله لري چې مخالف لور تظاهر لګي تاسې نن ویل دل چې پټولني زو رسنه یو پټول دغه کې د سولې پر پروسه باندې منفي تاثیر کړی دی دا په دې مانا چې هغه ته د دې جرأتور کړی دی چې دلته حکومت جما بحرنیان ماته خړلیدا او دې څرګندلې خبر داغه جرأت چې دې تور کول کیږي چې تاسې بریالي وست ز پدې خفه نه ایم چې د جرأت اخلي ولې ماته خطر دادې چې کمی خبر چې د مذاکرات روانه هغه شاته او خلک زړورکې چې نوټ جنګ تی دام ورک کثره چې زه 3 ډېر زیات درکم چې دوه خوا وستړئ او کتا یو د دغه سولې و برخه وي دغه خبر یو برخه وي د امریکا وطن موږ اکثره وخت دغه خبرو ته په تحلیلونه کې پیراني خبر وي او پیراني یعنی معلومې نه چې چیشته دا س خبري شاهد سي وي خدای طالبان په بزوبي کې هم دا خبرو ټینګار وکړي د محلويش ته د محلويش په اړه خدای کې دا خبري ولې ځکه ترڅون د زاید امریکا په سیاست خبرې ما او د امریکا په وضعیت خبرې ما دونالد ترامپ تدې امادګینې سي چې انتخاباته راوایي چې بیا د بیا د پرد چوکي ونيسي او د دې د دې لپاره مجبور دي چې ځان طلابي وکړي او دا د حغ لابي او برخه ده کڅه هم چې په دنه نه په نظام کې د ډېر سخت کړنه موجوده یو شی چې دلته زغواړه ما غدا دي چې جناب راتمنیش صاحب د دی هواد یو خدمتکار پولیس دی اب افسر دی او اردو سرباز دی او یو تکړه جنرال دی ز یو غلا چیز موږ د خلکو سره مآږه دادی چې موږ واقعیتونه نوایو دغه جنرال صاحب باغه <سؤال> باغ کې چې دا قراره دي موږ چې د مور سر پر دې ډېر تون باسون کړو چې دا قراره د افغانستان ته کټ دي ولې نن پر ډیټینګار کې چې دا دغه وته له بهر نه نه وته زمره کټ دي زوای ما چې موج افغانان په مجموعي توګه کډ دې وطن پر ګټو وځي خو دا بشي د دې پر ځای چې د خپل موقفه تاسو ته لپاره خبري وکم زنه چې ردمانی سب د خپل موقفه تاسو ته یعنی په عمومي توګه د بحث زموږ ترکو موج هم شرم دراس کوو توباس خبره است چې ما هميشه د بهرنانو په خلاف تاسو پر میزباني هميشه خبرې کولې دی باید ووزې ولس ما تشويش داده چې نه یو وخت سيری او نه ترې کا سيری وخت په دې مان نه وسی چې ما مذاکرات روانه تاده پتان ځان وېستي او ترخه په دې نه دسي چې د پتن د ووزر سرتیرو استل ما ته یو ډېر قوی زربرا کړی پولیس داوس د نن په موضوع ځ خبرې چې خلکو د کورونا خرد سوال شروع کړی دي خلکو د پیسوره ټوله ول شروع کړی دي او خلک د د निजामي خواو څخه پټیشت کوي او کوشش کوي چې طالبان سره ځي ځکه ته ټوله د تا تشویش پر پیدا سوې دي چې ډاکټر صاحب نجيب الله تر اوسه ني نظام هم یو اردو پاوړې او امه تجهیزات تکړه وه هرڅه درلودل مګر مجاهدون صاحبانو سره سا پواکړ ايني حالت اينی تاریخ تکراری را چې هغه وضعیت کم وو از بیا راتلون کړی په دغسې یو بحراني حالت کې چې مجاهدین په پاکستان کې ناس و د حکومت سره جوړېدل د سوری مذاکرات شروع وکړل چې جرګې وې جرګې یې نتیجه نه ورخول د سوری مذاکرات شروع د وطن رسانو وته لا او وطن بحران ته ولاړی تر اوسه مجدغه وینو اين موضوع د تکرار دوا مو موضوع دا ده چې مشترک نړیوال یو تعهد کړیو مستدي راغلل اته لاس کالز موږ په خاور کې دي هر ډول وسلې کار کړې وست دی وځي موږ په نظامي <سؤال> رکوټکیو په اقتصادي رکوټکیو په سیاسي رکوټکیو ملت مومات شوی دی دا د ټوله پړه د امریکا جماعت ټول متحدینو په غاړه دی دی موشته باید بدلی راکی یا باید د دې تاوان مشترک چمر تکم تاوان را سوالی دی موږ نږدې شلکه خلق موري یعنی تقریبا 2 میلیونه خلک مزخمي اومړي دغه تاوان دی راک از موږ ټول اكمالات او تجهیزات د منځو وړي ته چونه الوتکه چې مدرد دلته د ادمنيستاب نهسته په دې خبر دی چون اصلي او دیپو گان چې از موږ د منځو وړي چې چونه ټانکونه شنه منځت لږه ګوري اقمن هونسب یوه ورځ باید امریکا له افغانستان ووځي او دا باید ورته د زموږ تاسو د د د ارتیا د چې باید زم دا خبره غنغه غنغه دغه احواد نه زم دا خبره کوم دا ست مناور کی چنن نن ولا واغ دی سباته وخت دی زه مخ خو زوستغه نقطه ترت لمه دا درېمو نقطه م يم دغه و ما مخ کی ویل چې وخت یې سې وخت نه دی دی تر دغه جنگ چې قطبي کې دوته نو رسیدلی چوروسان او چینایان او جم نور هیودونه د سیمه په مازله کې د خلڅوي نه واه هغه وخت وي دی وته وی آی هغه وخت چې طالبان او جبهه جنگونه نه وشرو کړی په 2014 کې کوم خبره موږ کوو په 2014 کې Taliban یوازې دغه کولې تروریکه کوي او انتحاري عملیات کوي اوس هغه په جبهه بدل شوی دی هغه وخت د وټو له مو جوړ راتلایس پي مغروس خو خپل ناټو اعلان کړي چې د شپږت څ خطر بیا په ساده خبره د دی پلاس کړه راتمني صاحب وايي چې موږ د دې ظرفیت لرو چې د Taliban سره وجنګیرو نو چیرې سره جنګیږی موږ ټول د دی پلاس کړه کله کمپنی اخو ته تیر سے طالب دی لوګر د خاکي جبرته د اوس بلارسه طالب دی موږ خوول دی بلاس کړه کوم محدود سم چې زموږ تر پاته د غیر د امریکا د بي پيلوټو ودا د بي 52 ودا خپل کنټرول دا 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 خو موږ نه دا کنښل کړی دی افغان ملي ځوونه تاسيني هر ورځ پلسونه شهیدان لري مزمات ټول ډیر زړه فردا غردو باندې سپځل کیره تر ټول زمي پردا پولیسو سپځل کیره دا اوس ته خبره دوه میاشتې کیره پاندړو کې په ولسوالۍ کې زمږ دا پولیس مهاسره دي تر اوسه ډوډی نه ورسته او نه نه ورسول کیش دلته خبره داد چې موږ په بد وخت کې زه دا نه وایم چې د امریکا د ټول سره مخالفت یم ول د هغه طریقا او په دغه واقع کې د وټل مخاليفه زه ته وګورم زې انتخاباته په مخ کې دي د پارلماني انتخاباته بحران مې نه دی خلاص ټول حالت غډ وړ دی را پرجې لکلونسان چې د موټل ټول شان غډ وړ را پرې شو بداسال کې دیس ما سر قرر داد او تعهد لري دلته بری نور خبرې د ډېری جدي غده حکومت خبره ده حکومت از موجه او مشهور متلزم پسې مې کړی و, و عدداه عادت په غورځي مولادات او حکومت د مولادات شونه کوي مذاکرات په دې کې شروع دي د حيات وروسته غيب سره وخت تا ټرمپ ویله چاملات ته تیزوال کو ډاکټر صاحب عبد الله او ډاکټر صاحب اشرف غنی تر ټولو اول داتایت کړ چاملات تیس نو امریکا وای چې موجګوز حکومت په ګټه دي چې موجز هر خبر چې اږي کیدی وي صحیح دي هیڅ کله د دې موقف ونه نیوي چې دی وایې چې شه تر چې ماستر دلته دی یو تعهد پر اساس وي دلته جذف پښتمن او پلان جمل حالت کې يم دغه څه علاقه <سؤال> ته څنګه ما سره دغه مننه استاذ <سؤال> زبیر ته پام دغه باوزو ګرځم خو د سوره لپاره غبرګنو خو دا او ول چې مونږه خپل <سؤال> واکی واد یو چې چیرته کوم خبره کیږي او کوم مذاکرہ کیږي بعد مونږه پکې او مونږه دغه موږ نه پکښې نو کومه پکښې واي په ابو زوی دا د سر نه کینی نو طالبان د سر یواز خبر خبر دا دا تاسی غاسی نو شرفتمنده نه دی یوې دا طرف وکړه آیا افغان حکومت د جې صلاحيت لري چې خپل یو سفر یو بل واته واستی آیا افغان حکومت د جې صلاحيت لري چې خپل خلاصوي او شرلسوي وزیر د تجربه بارخه د بایتي بایته تاسی دا د اوس چې ستاره بهرانی چار وزیر به صلاحيت پر د چوکي نهسته دا سلبی اعتماد سو يم دي دوه کال کیجه دا حکومت دا زور نه دی چې په واقعي که دلته بهر نه مداخلې ما نه نګر زم د خبري د شرافتمندان ته توګه نه کوو درواغه وایو خلکو خلک ما نه ما نه زګرزم خو هغه استاد جناب وزیر صاحب ما بخايم چې ییکی خوب خروج نیروهای امریکایي را از افغانستان برائے بحث بگیرین دوباره تاریخ تکرار میشه اینجا تنها مسئله آمدن طالبان اینجا خوب تعداد از احزاب هستند که بزد مفکوره های طالبانیزم و طالب هستن و حکومت افغانستان است و همچنان ناتو است کشورهایی که نمیخواند داخل شود یعنی روسیه که تا دیروز می گفت که باید مسئله یک طرفه و مسئله امریکا امروز صدایش برآمد که نه برآمدنش از سوریه هم درست نیست و از افغانستان هم درست نیست بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستاین ما هم به نوبه خود خدمت شما و خدمت مهمانان عزیز در برنامه و از طریق تلویزیون وزین شما و بیننده های تلویزیون عرض سلام و احترام دارم ببینین چرا اینطور تصامیم گرفته میشه و چرا در این یک وقت گرفته میشه و باز تاثیراتش بالای جهان بالای منطقه و مشخصا بالای مردم افغانستان چیست باید تک تک یه زیر مختصر و بحث بگیریم به خاطر اینکه که امی تحلیل واضح شوا و بینده های عزیز خوب درک کنن چند تا خصوصیت منحصر به فرد ترامپ باید بگویم ای ترامپ نه پروای وقت داره ترامپ نه پروای شرایط داره و نه هم به سیاستمداران جنرالان و متخصصین نظامی آمریکا گوش میده یکی از ویژگی های منحصر به فرد ترامپ تا جایی که ما از شخصیتش مطالعه کردیم داریم این است که یک غرور کاذب و اعتماد به نفس کاذب داره یک موضوع دوم است که یک آدم عصبانی است با یک رئیس جمهوری عصبانی و خشن هیچ کسی نمیتونه کار کنه به خاطر اثبات یک گپ خود فقط یک مثال میگم در از از آوان ریاست جمهوری ترامپ تا امروز در کابینه ترامپ تغییرات عجیب و غریب آمد. لوئیس آرنوالا به خاطر بررسی دوسیه دخالت روسها ها با انتخابات برطرف کرد. رئیس دفترش به خودش داد. مشاور امنیت ملیش داد. وزیر خارجهش داد. دومین رئیس دفترش داد. وزیر دفاعش داد. این سلسله از استفاده نمایانگری است که رئیس جمهور ترامپ مثل رئیس جمهوری ما وری یک آدم عصبانی و خشن و تنها مانده دقیقا وجه مشترک رئیس جمهوری ما و ما با ترامپ همیست ای هم یک آدم عصبانی است که یک افغانستانی شکسته خورده زخمی را میخواه با عصبانیت مدیریت بکنه و او ترامپ با یک غرور کاذب و یک سروتی که داره و او سروت یک اعتماد به نفس کاذب برش داده و همه مسائل را از بعد اقتصادی میبینه یک اعتماد به نفس کاذب را پیدا کرده و یک آدم خشن که به هیچ کس گوش نمیده و هر کسی را که هم نظر نیست در مقابل سیاست هایش استاد میشه او را برکنار میکنه یا او را مجبور به استعفا میکنه بالاخره آمریکا یا سنت استفاده در آمریکا بسیار نهادی نشده است و مجردی که رئیس جمهور با شما هم نظر نبود و مشوره شما را نشنید شما بسیار افتخارانه استعفا مثل افغانستان خو نیست که اگر میلیونها ها انسان هم کشته میشه و مساجد د هم به حقوق خون کشيده میشه او اطفال هم میمورن بازم وزیر دفاع وزیر داخله او رئیس امنیت شما ته چوکیش ششتن او بسیار به ابرو خود مې داننن بسیار با سر بلندم افتخار مې کوي نه در دیګ کشورای تور نيست ول در کل اوقي وزیر <coughs> جنگ افغانستان یو جنگ طولانی کشنده و دلگیر مردم ریکاست بر شما میګم یکی از بودی از از بودی ترامپ این مسله را ببینن ترامپ در آستانه انتخابات قرار داره یک ترامپ متهم به استفاده سوی استفاده از نهاد خیریه ترامپ است که هم خودش است و هم دخترش است و هم خانمش است ترامپ متهم به دخالت روسیه و حمایت روسیه در زمان انتخاباتش است ترامپ در لبه محاکمه است و اگر کانگرس امریکا تصویب بکنن محاکمه ترامپ ترامپ باید محکمه شود و گپ دوم ای است که ترامپ دور دوم رئیس جمهور نیست ترامپ امریکا را با اون چیزهایی که گفته بود وعده که وعده های اقتصادی که به آمریکا داده بود که کمپنی ها را داخل آمریکا میاره جنگ تجارتی را با چین شروع میکنه ناتو مصرف نمیکنه در مسائل امنیتی کل مصارف آمریکا میکنه این مسائل از بود اقتصادی دید آمریکا را در حالتی برد که امروز سناتوران آمریکایی جنرالان آمریکایی نگران هستند ای یک موضوع ترامپ میخواد به مردم آمریکا بگوید که اولادایتان به خانه آورده از سوریه و از افغانستان و در دور دوم رای بگیره که فعلا ذهنیت عمومی در امریکا همیست که ترامپ رای نمیگیره مثل که ذهنیت عمومی در افغانستان همیست که دیگر جمهور غنی رای, رای نمیگیره با این عصبانیت و با این چیزی که داره ببینید ترامپ میخواد که کار خود بکنه اما ببینید امریکا استوار به یک فرد نیست درست است که رئیس جمهور امریکا صلاحیت های این در قانون اساسی را داره اما اونجا سناتورای آمریکایی هستند اونجا دستگاه است اونجا سیستم است سیستم با این مخالفت میکنه امروز اگر با, استفاده از صلاحیت های قانون اساسی ترامپ هفت هزار امریکایی را میکشه ولی اونجا با یک تا هنوز نکشیده تا هنوز تصمیم گرفت هیچ نو تصمیم گرفته نشده فقط این گزینه این آپشن برای بررسی داده شده که امی و ولی از 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 امروز با با در نظر داشتی اظهاراتی را که مقامات آمریکایی با تلویزیونی CNBC یا NBC از داشتن و BBC هم از زبانی از اون نقل قول کرد خوب یک حل و هم همه را ایجاد کرد و به خصوص در این وقتی که مذاکرات سلح افغانستان پیش میره با این خاطر این گزینه تحت بررسی است و این گزینه را کانگریس ایالات متحده آمریکا تصویب نمیکنه. و هیچ یکی از جنرالانی آمریکایی و کانگریس آمریکا به این موافق نیست ولی ما به عنوان یک افغان نمیخوایم دفاع بکنیم که والا امریکایی ها ما تازنده هستیم باشند ولی خدا شاید است آرزوی قلبی ما هم است که مانند سایر کشورهای مستقل و چیزی دیگه ما هم نیروی خود ما نیروهای امنیتی خود ما اردوی خود ما تمامیت ارزی ما را دفاع کنن امنیتی ما را بگیرن اما ما از طالب هم ترس نداریم طالب هم بالاخره آلی به با عنوان یک جناح یک وزنه است ولی رفتن امریکایا باعث بروزی حوادث خطرناک دیگه میشه که باز جلوش نه امریکا خودش گرفته میتونه و نه هم افغانستان رو جمع کرده میتونه که باز اگر وقت بود سری از اون مسائل گپ بزنیم اما الان خدمت شما بگویم که مختصر که یکی خویی گزینه را ترامپ داده این کار انتخاباتی است و ترامپ یک آدمی عصبانی یک آدمی است که کاملا یک آدمی مدیری یعنی برای ریاست جمهوری ساخته نشده آدمی تاجر است بل 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 بر سوریه داده بود از سوریه شروع کرد خب ببینین آلی نگرانی هایی که در آمریکا ایجاد شده نگرانی هایی که در میان جنرالان نظامی آمریکا ایجاد شده این نگرانی ها باعث هزی میشه که دوباره روی تصمیم تجدید نظر شوه شما دیدین که وزیر نانسی پلوسی اظهار نگرانی کرد آقای امی سناتوری آمریکایی که قضیه را بلند کرد ای اظهار نگرانی کرد و وزارت دفاع امریکا را به کانگریس خواستن و جلسه خواستن روی ازی از قضیه به خاطر ازی که ترامپ ندانست که امی 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 موضوع را چی وقت بکنه و در کدام شرایط این کار را بکنه و گپی دیگه است که آمریکا نمیخوان ترامپ نه آمریکایی ها نمیخوان افاز شما افغانستان پس آمریکا را تصورش را نکنین در 122 کشور دیگه آمریکایی ها حضور نظامی دارن از بحرین رفتن از کره جنوبی رفتن در جایی که پایگاه های نظامی ایجاد کردن تا حال رفتن از افغانستان هم نمیرن کاش برن ما برتان میگم کاش برن ولی نمیرن حتی طالب بخواین حتی طالبان بخواین نمیرن ولی می رد میکنم که این به اساس خواسته های طالب که ترم گفته باشه هفت هزار نیروی خود در این وقت میکشم و طالب را برای خود بگوین که ما با اداره کابل صحبت نکردیم با خود امریکایی صحبت کردیم ما بالای ها قبولاندیم اما طالبان هم بدانن که کاش به گفت طالبان کاش به ما افغانا کاش به خواست روسیه و منطقه امریکایی از اینجا برن نمیرن و یک موضوع دیگر هم مردم ما غلط فهمی نکنن تنها استقلال به این نیست که امریکا از کشورت بره مستقل باشی ولی در مسائل تجهیزات جنگی و تکنولوژی جنگی با او وابسته باشی ببینید وابستگی ما یک نقطه وابستگی اقتصادی و وابست... وابستگی تکنولوژی که خصوصا تکنولوژی نظامی استقلال نیست آمریکا بره باز ما محتاج تیاره ازو باشم آمریکا بره باز وابستگی چطور ما وابستگی ما, ما با آمریکا من از که کردم که چطور میشه از این وابستگی ها کم کم خود جدا, جدا کنیم در حالی که آقای رئیس جمهور در نشست بلژیم وعده سپرد که تا 2024 از این وابستگی اقتصادی <applause> و از وابستگی های نظامی بیرون خواهد شد بعض وقفه برمیگردیم بیننده های یک وقفه کوتا داریم <applause> دوباره خوش آمدین شما بیننده برنامه نگرش هستین آقای جنرال در کل به خاطرای که بتانیم ما ازاوامو حمایت های امریکا بیرون شویم راههایی است در نظر است در حالی که در ش سال گذشته امریکا بر افغانستان هیچ چیزی نکرد حتی ما الیکوپتر خوب نداریم تیاری خوب نداریم نیروهای هوایی ما با مشکلات فراوان رو بره که شما معلومات زیاد دارین در داری رابطه چرا ما هستیم این ظرف سازی رو بکنیم چرا ما هستیم خوب مدیریت کنیم فضا را ببینین ما ضمن ای که میخواین سر مسائلی ای که ایالات متحده آمریکا در افغانستان چی مسئولیت داره بحث بکنیم یک سلسله بازی ها را هم در بود منطقه و افغانستان با از یاد نبرین اگر نیروهای دفاعی افغانستان در اینجا اکمال می تجهیز می شدند حضور نیروهای ایالات متحده امریکا و ناتو در اینجا نوعی ای منتفی می شد شما خبر دارین ایالات متحده امریکا در سطح منطقه با روسیه و چین چنانچه جناب وزیر سیب گفتند نوعی با, با،, با های مواجه هستند که این رقابت ها یقینا به خاطر مسائلی هست که از گذشته های چل سال تا حال ادامه دارد بنا ایالات متحده امریکا تا هنوز نیروهای دفاعی افغانستان ها. آنچنان که لازم است و شاید و باید است اکمالات نکرد پس, پس پیمان امنیتی که به طور اجولانه امضا شد ایره بسیار تیز و بدون دقت انجام صورت گرفت خب ای که کسایی که امضا کردن اونها باید ای جواب رو بتن ولی یک چیز و یک مطلب مهم است او ای که ایالات متحده امریکا در افغانستان مسئولیت داشت تا از نیروهای دفاعی افغانستان در مبارزه علیه مخالفین دولت از اون تکنولوژی که به دسترس دارست داره حمایت بکنه و این حمایت ها را کردن شما چون چه خبر دارین اضافه اضافه از 5000 بم در افغانستان استعمال شده و در این زمان نیروهای هوایی ایالات متحده ای آمریکا در هر جا با نیروهای دفاعی افغانستان به اساس یک هماهنگی از طریق سوقی داره همزمان 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 تا صورت گرفته بود به خاطر تمویل و تجهیز نیروهای هوایی بله, بله. بله. ولی اونها گفتن هایی که اردوی ملی افغانستان احساس میکنه که در امر مبارزه علیه تروریسم و مخالفین وجود داره ما او را پر میکنیم اما ای هم وجود داره که اگر نیروهای دفاعی افغانستان نیازمندی خود به او ها میگن باید اونها روی از او فکر بکنن و او را اکمال بکنن که چنانچه وزیر دفاع هم چندین دفعه روی همین مطلب با امریکایی ها بحث کردن و حتی در پارلمان گفتن که ما در مقابل با تحدیداتی که فعلا وجود داره اوتر تجهیزات نداریم که بتانیم این بومبستر بشکنیم و ایالات متحده ای آمریکا با وجود ازی که قدرت و توان جنگ را در افغانستان داشتن چندین مرتبه تا حال اعلان کردند که جنگ در افغانستان با بمبست رسیده این بمبست از همان وقت معنای ازی نمی داد که باید مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نهوی از آنها دور یک میز با دولت بنشینند تا که پروسه صلح در افغانستان آغاز بیاورد و ما ایره برای شما میگم چند مطلب بر که دوستان در اینجا گفتن با سال 1391 حال فعلا بسیار فرق داره اول چنانچه جناب وزیر صاحب گفتن که تا حال یک تزیس است که نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان امی 7000 برای یا نه و متعاقب از این باید ما بر شما اینطور توضیح بدیم که قبلا هم که افغانستان به وضعیت بدی است در سال 1371 مواجه شد کشورهایی بودند که بر علیه روسیه بودند و خواستند که میتونی یک وضعیت در اینجا به وجود بیاید اونها خواستند که در افغانستان اینطور حکمت توسط کسایی که حال اونها میگند به اقتدار نرسه که باز اونها نتوانند او را تغییر بدن و بنوی از آنها وجود مخالفت ها در منطقه نسبت به دولت همون وقت باعث ای شد که طالبا در اینجا ایجاد شوند و طالبا بالاخره با تحرکاتی که توسط استخبارات منطقه همراه بود حکومت استاد ربانی را در شهر کابل منفعل ساختند و بالاخره در سمت شمال جنگ ها به وجود آمد اما حال دیگه او فرصت ها کمتر است یالات متحده امریکا چنانچه شما خبر دارین در مورد جنوب آسیا هنوز هم استراتیجیش بابرجاست بالای پاکستان بالای کشورهای عربی بالای ایران و کشورهای دیگه فشار میارن تا که حادثات سال 1371 دوباره در افغانستان تکرار نشود و شما میدانید که فعلا به نحوه همونطور که زمان تیر شده و تغییر کرده بعضی بازی ها و پروژه ها هم لاجرم تغییر میکنه تغییرش ای هست که تا دیروز جنگ ممکن است به نفع بعض کشورها بود ولی امروز ممکن است که صلح به نفع کشورها باشه تا ای که بتوانند در اینجا سرمایه گذاری بکنن و در اینجا بتوانن وضعیت را به وجود فضای, فضای مچین دیده نمیشه که چیزی که شما میگین برعکس فضای مومی است که یک جنگ خطرناک دیگه رو به اگر اگر امریکا از افغانستان برای فکر میکنین ما, ما از شما میخوایم بپرسم من حیث یک کسی که شما سالهای زیاد من حیث سخنگوی وزارت دفاع بودین و یک جنرال کارکشته هستین در وزارت دفاع گیریم که در سال 2018 بیرون نشدن در سال 2020 بیرون شدن در سال 2024 نظر به گفته آقای رجمور که باید ما با خودکفایی اقتصادی رو برو میشیم آیا افغانستانی توانایی رو داره که اردو را حمایه بکنه آیا آیا این توانایی را خواهد داشت که اردو در پا استاده شوه و از قلم را به خود دفاع بکنه از فرا دفاع بکنه از غزنی دفاع بکنه از کندوز دفاع بکنه دیگه ای وضعیت این حلقه هایی که به نام حلقه های سرخ امنیتی وجود نداشته باشه در دکترین نظامی اینطور تصریح شده که وقتی یک کشور اقتصاد نداشته باشد، به با هر قسمی که اردوی قوی داشته باشه در اونجا جنگ فقر آغاز میشه ما اضافه از 1400 نو معدن در افغانستان داریم منابع روزمینی، زیرزمینی و حتی فضای افغانستان نوی هست که اگر مدیریت شود میشه که اقتصاد افغانستان با پای خود استاد شود اگر اقتصاد افغانستان با پای خود استاد شد و ما توانستیم نظام کشور خود چنان شد در تیز سا همیشه همین چیز از طریق دولت و بعضی عراقین دگه به تکرار گفته شده نظام قوی را داشتین یعنی قوای مسلح قوی داشتین یقینا که اقتدار ما نو ایمه شکی باید حتی مخالفیین به نفع دولت یک طرف بیاین او یو بد دولت مذاکره او مصالحه وکنه اگر شما اگر ایالات متحده امریکا نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را تجهیزم بکنه ولی ما برای اقتصاد کشور خود پلان گذاری نکنین این راههایی که مثل رای لاجور و رای ابریشم و معادن است و دگه مواد مخدر و معادن و دگه مسائلی که هست ما را زیر مدیریت نبیارن که ایالات متحده امریکا هم سر مسئله استاده هست یقینا که ما جنگ گرسنگی رو باز برده نمیتوانیم بنابراین باید دولت هم نیروهای مسلح تجهیز بکنه هم اقتصاد کشور ما توسط سرمایه هایی که از بیرون داخل میشه به پای ساده شوه و بالاخره اقتدار به همین شکل در افغانستان توسعه پیدا خواهد کرد و ما میتوانیم از عهده وظایفی بیرون شویم که نیروهای ما ملکی های ما او دارن پیاده میکنن بس... همین اکنون همین اکنون شما ببینید هشت قلو اردو در افغانستان ما داریم هشت بسیار زیاد است و ای اگر تجهیز و تکمیل شود و باید ایالات متحده امریکا بر اساس تعهدنامه هایی که با افغانستان امضا کرده بالاخره او خالیگاهی که از طریق برآمدن از زیاد افغانستان به وجود میاد رو باید و بر علاوه بر علاوه افغانستان شما میدانید که در, در, شرایطی حال فعلا قرار داره که این شرایط بسیار حساس است حساسیت از این شرایط و جغرافی های حساس افغانستان و بالاخره جغرافی های که حال طور مثال اینا گفتند که پینجا فیصد یا شست فیصد جغرافی ها به دست طالب من ایره بسیار با کامل ایره رد میکنم به علت ازی رد میکنم که 50 فیصد جغرافی افغانستان کوه هست که در اونجا هیچ کس زندگی نمیکنه نه طالب هست در اونجا نه دولت هست و 50 فیصد دگه که بین طالب و دولت تقسیم شده شما شهرهای افغانستان رو ببینید شهر کابل، شهر ننگرهار، گردیز، خوست، پکتیا، هرات قندهار اینها همه یک بله، زیاد است بله تعمیرا بله، ولی ولی اطراف شرکل به دست بخالفین است اطراف شهر نیست همین اکنون نیروهای دفاعی افغانستان از امیجی به قندهار هم میره به خوست میروه میره به ننگرهار میره مردم هم میره شما ولی در اونجا دزدها هستند که تحت نام و یا تحت چتر طالب کوشش میکنن که وضعیت را به ناامنی بکشانند و ناامن نشان میتن ولی اساسا ما مطمئنن میگون که فرزندای افغانستان با همکاری کشورهای دوست موافقیت ر د افغانان رقم اوسر تشکر اقای رتمنش خغل استاد زه خاړم یو خو د رتلون کې د زموږ لیدلور کوم خاطر د کوم خاطر روان یو او بل ده هل لا رسده کایلاند کې دواره برخه جناب رتمنش صاحب یک کوټه ماکس میکنم د سخنونو مش ما تازه چند قبل در په مخون بودم ازمو په فیسبوک ما اندوختم م اج چه کړی بدهم هم راي بچو رافته بوديم ششته بوديم چمتونه پرم راي ټپنګ اومادن باز یکی از امی بچهای رفت ما رفته بودن گفتند یه منطقه را طالب گرفته اینا هر روز جگ از ما میکنن از ما پرسان کرد که چی کار میکنید جیشتین ما گفتن که ما میلا میلا شو نمی جام میلا خود میکنیم و ما که تا جای خبر دارم در پغمان حتی حکومت زورش نمیرد شب که میشه کماندان های منطقه بین خود جنگ دارن و اینها تجهیز میشن از بیرون و و ام قطعی اکثر که در پغمان هستن چند چند روز قبل ما خبر داریم که انتحاری که در موتربان بود انفجار کرد و قطعی, نظام قطعی خاص را زدن و ما همچنان خبر داریم که مسلح های غیر نظامی و کسایی که هیچ معلوم نیست از کجا هستن کلش تفنگ به وشانه دارن و در روز روشن میگردند اونجا و مسئله دیگری هست که وقتی که ما اراضی افغانستان را میگیم که در دست 50 و 60 درصد چی هستن اراضی که دو زندگی میشه اراضی کوه را ما نمیگیم مطلب هستن و مسئله اخیری هست که ادعای ما نیست شما گفتین که ناتو ناتو را گفتن ما نگفتیم ناتو کسایی هستن که حکومت افغانستان را تجهیز میکنن مسئله اساسی استن که ما همیشه ارمانی گپ میزنیم مثلا ما میگیم که تجهیز شوه از کجا از زمین براین یا از آسمان تا برا و ما مثلا که مجاهدین میگوید که از آسمان ملائکه می امرای ما میجنگن تجهیزات از کجا بیه ما در تجهیزات همیشه دزدی کردیم شما میبینین که الکوپترها را به چی علت ما را قبول کردیم که هر روز دو, دو, دو تا سه سکوت میکنن شما بینیم که هر روز میگیم که در پلان نقطه در پلان جای سقوط کردن و تجهیزات ما را پروختاندیم دروغ هستند خوب را پورایش سیگارم نشر کردن که حتی مرمی را پروختان و ما تجهیزات داریم ما این را باید بق... انیم که ما هیچ وقت از امکانات استفاده نکردیم ما 18 سال حکومتی را که تیر شد در این 18 سال امروز روز هجده سال گیش امروز پره شد در این 18 سال همیشه ما حتی در های پلیسی نظامی و امنیتی سیاست کردیم همیشه تقسیمات بر اساس این چه شدن سیاست شدن مسئله ای اساسی هستن وقتی که ما گپ میزنیم همیشه برای مفاد دیگران گپ زدیم هیچ وقت برای مفاد ملت خود ما گپ نزدیم میایم به ساده جواب شما اول ای که ای خواهش مردم عوام امریکا هستند که امریکای ها باید از تمام جهان جمع شوند چون چیزی که مالیات که اینا ایرایه میکنند کاملا در بیرون مصرف میشن و اینا هیچ خوش نیستن و ای که شما خبر دارین که در امریکا فعلا بسیار اوج وحشت به بلندی رسیده مردم بسیار وارخطا به این هستن هر کسی که از جنگ بیرونی میای او سایکو یا به اصطلاح چی روانی میشن و دست به خودکشی و با دیگر کشی میزنن مسئله دیگری هستن که شما گفتیم که رای حل تا چه در پشتانه وکرشی حل لاره چشده که یو د ستروزره یو چر... دا... يو چرګویچ د ستروزره هغه چې په افغانستان دغه یو موقف لري ټول نړی ته دروازه ده خپل د غلرو خپل منابع له روپ منابع ملاس نه دیوال سوي ستراتیژیک موقعیت مو داسدي چې د چین دروازه یو د روسي دروازه یو او هر خواته مو یو دګیو د انګریز پاکستان خپل نوو پرسمیت نه پیژن موږ انګريزان پیژنم د انګریز په پاتنګي پراتور انګلستان په پاتنګي پراتور هر چاته مو جوړید اکثره خلک وایي چې د افغانستان د زوف نقطه ده بلکې د افغانستان د قوت نقطه ده, 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 ده. موش هميشه د د سیمله قدرتونو سره دیو قدرت خامنه ول بل قدرت مراجعه کړی دی دا سر مجان کوي تاسو متوجي اوس چې پله امریکایانو د دغه روسانو په مقابل کې کار کوي اوس دغه روسانو چنایاند د امریکایانو په مقابل کې پ دغه حالاتو کې د طالب راتګ د ټول خواوړه ته غوښنه نستل د یوازنې حلاره د چمړو ټولو ابر قدرتونو سره په سیاسي توازن کې مخته ولاړ وسو زموږ د اوس د محل لپاره موږ کوشش باید دا چې مو یوک توازن سیاسي راووجود بیار غالي استاد ګوري د از غم باید د طالبان په پا منس کې پیدا شي ام د افغان ملت سره هم دا پیدا شي چې طالبان ګوري دا طالبان طالبان باید امنل شي یو حزب توګه د نن راشي او طالبان هم ت... ود... زو تاسو خبرت نه تلم زما پر غار کې دا واسکٹ وینم ما یو دوه ساعت دمخه نکټه ایتړل تا پونتن کې ولاړم د واسکٹ چې زاغم دا او دا کالج ما غوست دي دا طالب ما غونی دا خلک چې ما, ما پر سر د افغان ملت یو خلید دا پر ټوم د افغان ملت دی زدا افغان فایس هم د طالب سره خبرې کوم هم د اری وسره د اوس طالب ته تا دا خبر په ثبوت ورته جاری خریجان وځي اوس نو چې خریجان وځي نو د هلاله تغیرېږي بیا و tali bom tal tana si thol banaase pa da ghase halato ki choli khawisarakshine za paejam ze ni halak padey war khataji che talib razi aw mujd psholandi kero da berajdi homase ze katlas kaladina swar se imtiyazat ye wuri de che taase waqti imtiyazat ori to mi jang ki khay agum mi jang ki khala waqti che ek matiar ratlai si waqti che z mujd shamali woruna ratlai si talib ni ni ratlai aya dui yaudobal kam waj ni kridi thol da ko na waj ni kridi kai hisab saruk tariq tu gur thol la suna pa winosri ټول دغه نمرې سره کړی دي یو ندی محکمه سوي لانډ سپکار دا لانډ دا پکار دا, دا, دا. چټول افغان د خيلي خواوي د بین الاقوامی مذاکرات پر اساس هم روسانو تودريږي هم چينانو تودريږي هم امریکایانو ته او توازن سیاست شروعږي دا نه چې د روس سره فاصله وینس امریکا ته نېږي امریکا سره فاصله وینس چین ته نېږي توازن امریکا مثلاً زه هر څومره د سیاسي سترول دی امریکا کوم ګټي په ځما پسیم کې خطر کې ده د دغه مقابل کې دا درڅخه غواړم چین ستاسو کوم ګټه په خطر کې ده ز ستاسو د مقابل کې دا غواړم د هاري وڅخه د دغه څه چې نه پر اساس خپل غوښتنه ورانځکه موږ همیشه بربادت سیو پدېو چې مثلا دلته دا زې مثال کوم راتمنيش صاحب ویل دي چې زړه روسان سره زمو نه ټوله درسانی ما ویل زړه امریکا سره ټوله د امریکا وزیر صاحب ویل چې د انګريزان سره ټوله د انګريزان او تا ویل چې بلچا سره موږ همیشه سیاست تخپل ګرځته فار کړې دي تاسو ګور یو مثال زړه پاکستان بلل برزم نه دا مثال درکې د پاکستان ډیر مازورت غاړم د ولوس د خلکو فایشه مو وي ويزه ای پاکستان یم او د پاکستان ګټه ماته مهمه ده مولای هم وای ډانسر هم آر یې وای ول افغانان هر یو د خپل ګټ خبره ډیر مننه استاذ مننه اقا وزیر شما رائے حل در چی وینین و آئنده و نگاهی سیاسی وضعیت سی افغانستان او مردمونه مردم در کجاو وقچګون دی بي وینین یو پښتره یاد شد کی تاریخ تکرار نشه اگر فرض اړین بگیریم کی امریکا یا فرض اړین بگیریم کی امریکا یا میروان خارج مشه از افغانستان آیا پس تاریخ تکرار نمیشه پس هفت تنظیم جهادی جور نمیشه که باز کابل و همه شهرهای افغانستان رو به قبرستان دوباره تبدیل کنن قطعا میشه حتما میشه اینطور باور نکنین که امریکایی از افغانستان خارج شدن طالبا و تمامی احزاب و اینها میان گرد هم میشینن و باز سری میز مذاکره و به اساس قوانین الهی و به اساس منافع ملی و به اساس مردم دوستی و به اساس وطن دوستی میگن دیگر با هم نمی جنگیم و این وطن جور میکنیم و این منابع و سروت و داشته های ملی که یاد شد این مدیریت میکنیم و مردم از بدبختی میکشیم هرگز روی از این صحبت نمی کنن. شما شاید از این باز خواهد بودین که از پول محمود خان اون طرف کی سنگر میگیره تپای تلویزون پیش کدام جنا می باشه کوتل خیرخانه پیش کی می باشه کی از کجا با سری ملت مظلوم آتش می بارانه موضوع را گرفتید و او خاطر رای حلی است اول خو من نگران این نیستم که امریکایی از افغانستان می براین ما پیشترم یاد کردم که ترامپ یک آدم عصبانی و یک آدم مغرور و دارای اعتماد کاذب به نفس است دقیقا همو قسم تنها, همو قسم تنها مانده ترامپ که رئیس جمهور ما تنها مانده شما شباهتی استعفای وزیر دفاع آمریکا را با استفانامه جناب اتمر سب ببینید استفانامه جناب اتمر کاملا واضح بود و در قلب مردم افغانستان جای گرفت به خاطر سیاست های بزرگ و به خاطر تأمین منافع ملی و به خاطر مشکلاتی که در سیاست گذاری داریم برای جمهور اتمر گفت نمیتونم که با رئیس جمهور برم کنار میرم عین گپ در استفانامه وزیر دفاع آمریکا گفتن که اینی چیز نوشته کرده برن رئیس جمهور ما هم تنها مانده و او طرف ترامپ هم تنها مانده حال رای حل به دست امریکایی هاست که چند کار را بکنن اول انتخابات را باید به با وقت و زمان برگزار شود به خاطر از اینکه تکیت های انتخاباتی که داره شکل گرفته بسیار حداقل یکی از این تکیت های انتخاباتی که حال کمپاین نشه چیزی نمیگم یکی از این تکیت های انتخاباتی یک تکیت خوب قوی و ملی هست که اگر برنده شوند به گمان اغلب مردم که نامی توانند که مسائل را حل بکنند و اینها مردم های خونسرد و استراتیجیست هستند و استراتیجیک میبینند نمانند رئیس جمهور ما که هر چیزا یک دم با یک عصبانیت کامل میخوای حل بکنه و این جایی ای را بزن اون جایی او را دو بزن اونجا جایی او را برکنار کو ای خورای حل است رای حلی که امریکایی ها برای امریکایی پیشنهاد بکنیم است که تا زمانی که قانون نهادینه نشده صلح سرتاسری نشده و تا زمانی که نهادهای ما دوائر دولتی ما غیر دولتی ما میاری نشده تمامی مثل یک کشور دموکراتیک و یک کشور دیگه واری که در منطقه وجود داره ما با او حد نرسیدیم اگر اینها از افغانستان برون خدای خواسته که نمیرون و ما میگم که نمی تا او زمان اگر بران باز هم ای آتش دامن خودشانه میگیره و سیاست مدارای امریکایی میدانن که در این زمان برآمدن امریکا از افغانستان دوباره باز افغانستانه به تبدیل کردن به لانه های بسیار تشکر و بسیار ز... از از عراق رفتن از بسیاری کشورها بسیار رفتن و هیچ امکانش هم نیست که بسیار خطرناک برای از موقعیت افغانستان موقعیت, اراق اراق و... نه نه. موقعیت افغانستان عراق سوریه نیست موقعیت افغانستان موقعیت است که حال تازه امریکا جنگ تجارتی را با چین آغاز کرده اینا میرن و طرف جنگ اگر یک دوری دیگه ترامپ رئیس جمهور شود که که شود امریکا را به یک جنگ میبره امریکا را به یک جنگ نظامی میبره و یه آدم آدم عصبانی است با تمامی که آلی با بعد از آمدن ترامپ سیطره دلار تحت تهدید قرار گرفته سایتری نظامی امریکا تحت تهدید قرار گرفته و به جای یز کی بر منافع ملی امریکا را تضمین بکنه نو را تضمین میکنه کی بلک تمام جهان به چالش کشیده ممنونتا نوقه وزیر دیرلند بلندت <تصفح> هو گئی واخبر کومه چي دت تشويش مکوي چي وه حزب یو وخت وه حزب وسيو ډال د او ډیر زوره وړ ډال د بل خبردار ده چي ترامپ دو بلدوري دا فارره چې جمهور حمدي او پدیر قطیت سردا افغانستانه وځي دا یو قاتې پریکړه ده او پدې باندې تقریبا شپږ میاشتې کې کار شروع می آز از و دا کار کېدون کوي ما فکر کوم چې دا فکر نه ميبره او انجا آز مودن خطاست د ایروز پدرها افغانستانه وب قبرستان تبدل کردنه امروز پسرها میکنن انه بندهواز منافي افغانستان او ارزشای دین او وطن نيستان اینها فقط راکیت خود میزنن و منافع خود را تامین و سوریه تحت محیط استراتژیکی روسیه است که برآمدن و عراق خودشان خواستند که اینا براین ولی افغانستان در رئیس جمهور تایید کرد که برای طالبان می که برای برای جمهور هم تایید کرد که برای برنده های عزیز برنامه همین قدر بود تا دم دیگر شما را به خدای کریم رحیم سپارم علایار مددگارتان